اینی که داره صحبت میکنه دختره نیستا. خیلی دقت کنین آقایون، خانمایی که لنز میذارین. داشتم باش میکندم با همونی که قلعه رو درست کرده بود. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. اسم من کیوانه و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه چند تا ویدیوی کوتاه ترسناک، بعد از اون یه ماجراجویی ترسناک و بعد از اون یه جنگیری ترسناک ترکیه ای نگاه کنیم. فقط قبل از اینکه بخوایم ویدیوها رو نگاه کنیم، کسایی که کانال رو سابسکرایب نکردن لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم حتما فعال کنین. حالا بدون معطلی بریم سر وقت ویدیوها. خب دوستان، قبل از اینکه ویدیوهای ترسناک امشب رو نگاه کنیم، میخواستم در مورد یکی از شما عزیزان صحبت کنم. یکی از شما عزیزان به پیج اینستاگرام من پیام داده بود. کسایی که پیج اینستاگرام منو ندارن، این پایین میاد، حتما فالو کنین. اگه عکس ترسناک، ویدیوی ترسناک، یه ماجراجویی ترسناک سراغ دارین، یا اگه خودتون یه موضوع ترسناک توی زندگیتون اتفاق افتاده و میشه به بیننده ها گفت، یعنی برای بیننده ها جالب میتونه باشه، برای من بفرستین. این دوست عزیزمون یا آقایی هستش که فکر کنم دکتر هستن، روی بایو پیجش نوشته بود PhD دارن. گفته که سلام آقا کیوان، در مورد کودکانی که اجنو ارواح رو دیدن یه تجربه رو خدمت شما عرض کنم. توی همین کانال ویدیوی قبلی رو میگن ایشون، کسایی که ندیدن برن اون ویدیو رو ببینن. من در اوایل مهر ماه به همراه خانواده رفته بودیم به شهر تونکابون و در غروب یک روز رفتیم ساحل. پسر 8 ساله من مشغول بازی بود و اومد طرف من گفت بابا بیا نگاه کن، یه قلعه شنی درست کردم. من هم رفتم نگاه کردم. پسرم توضیح میداد که این قلعه رو با کمک دوستم ساختم و من هم سوال کردم دوستت کجاست؟ پسرم گفت همینجا ایستاده و داره به من کمک میکنه. من جدی نگرفتم و گفتم اوکی باشه، بازی کن. و اومدم کنار همسرم مشغول چای خوردن کنار ساحل شدم و همینطور دوربین گوشی رو روشن کردم و از پسرم فیلم گرفتم. پسرم با همکاری دوست خیالی خودش داشت بازی میکرد و در همین حال همسرم هم داشت از پسرم فیلم میگرفت و پسرم را صدا زد. اسم پسرم مانی هستش. پسرم اومد کنار من و گفت اونی که با من داشت قلعه رو درست میکرد رفت و من هم گفتم الان میام پیداش میکنم. ویدیو مربوط میشه به این تجربه و به همراه یک عکس عجیب براتون میفرستم. دوستان من دیگه میزنم جلو تونتون، ببینین دیگه چتمو ببینین، ویدیو رو هم ببینین. ببینید، گفته که بعد از این فیلم رفتیم هایپر که در همون نزدیکی ساحل قرار داره و یک ساعت دور زدیم، غذا خوردیم. پسرم اصرار میکرد بریم ساحل، دوستم قلعه رو ساخته. خلاصه با کلی اصرار رفتیم ساحل و به این صحنه روبرو شدیم. یک قلعه که با سنگهای ساحل درست شده بود و یک چوب وسط چاله قرار داشت که روش یک لیوان کاغذی بود. دوستان عکس رو نگاه کنین، ویدیو بازی پسرم رو هم میفرستم، نگاه کنین. من گفتم میتونم اجازه دارم که توی کانال بذارم؟ گفت باشه. دوستان عکس رو نگاه کنین، سنگ چیده شده، بعد یه چوب رفته داخلش. خب اون دمپایی هم دمپایی پسرشه دیگه مطمئنن. حالا عکس های مختلف فرستاد که اونجا تنها داشته اینا رو درست میکرده. به یه چیز دقت کردین؟ اصلا سنگ اونجا نیست، سنگا رو مطمئنن از توی دریا آورده. این سنگا سنگایی توی دریا هستن. یه پسر 8 ساله تو یک ساعت این همه سنگ میتونه از دریا بیاره به نظر شما؟ حالا نگاه کنین، میگه که بله. یه خانومی توی ویدیو بود، گفتم اون خانومی که گفت مادرشه، قبلش اونجا چیده نشده بود سنگ ها. ساحل شهر تونکابون یک خیابون هستش که اولش فروشگاه هایپرمی وجود داره. همون خیابون رو ادامه بدید میرسید به ساحل دریا. یه عکس فقط دارید از این عکس سنگ ها؟ من گفتم نه، هیچ سنگی چیده نشده بود. مانی میگفت دوستم گفته من برات قلعه سنگی درست میکنم. من فکر میکردم حتما یه پسر 7-8 ساله است رو میگه، ولی بعدش که دیدم این سنگ ها جمع شده تعجب کردم. میدونی چرا تعجب کرده؟ که کسی اونجا نبوده. نه، در مورد سنگ ها چیزی نگفت، فقط میگفت دوستم گفته اینجا بکنیم تا اینجا رو بکنیم تا گود بشه. خب ویدیوش هم الان با هم دیگه میبینیم. تو این ویدیو میاد سمت شما، چی میگه؟ ویدیو رو نگاه کنید. داره چاله رو میکنه.
دقت کنین داره با یه چیزی حرف میزنه، نگاه کنین. داره حرف میزنه باش. اینجا مامانی صدا میکنه میگه مانی، بعد دوربین میره سمت مادرش یکم صحبت میکنه، بعد بازم مانی رو میگیرن. نگاه کنی چیزم رفته، داری عکس میگیری؟ فکر میکنه داره عکس میگیره، میگه دوشیزه رفت. من باش میکندم رفت، داشتم باش میکندم با همونی که قلعه رو درست کرده بود. آب بالا اومده، اون سنگایی که چیده بودن و آب کشیده. حالا من تصویر رو براتون این شکلی میکنم، یعنی نورش یه جوری میکنم، اگه موجود ماورای چیزی باشه توی این کیفیت تصویر یه عکس‌العملی میتونه نشون بده، یه چیزی میتونه دیده بشه. شما بیننده ها چیزی میبینین؟ من چیزی ندیدم. به پدرشم گفتم، گفتم زیاد حالا جدی نگیرین، ولی میگه کلن همینطوریه دیگه، میگه یعنی یه مدته که توی خونه اینا هم میگه یه دوست خیالی داره. حالا من چرا این موضوع برام جالب بود الان بهتون میگم. یک زمانی من سرباز بودم، سرباز که بودم یه سروان داشتیم، یعنی یه کادری، میگن کادری دیگه تو سرباز. اونی که اون پسرمون هستش، پسرم میگفت دوستم گفته این چوب رو بذاری. من گفتم چرا اون چوب رو شبیه دیدین توی فقط توی قبره که چوب میذارن خارجی، حالا ما ایرانی ها سنگ قبر میذاریم، خارجی دیدین یا صلیب میذارن یه چیزی، حالا میذارن زمانهای قدیم هم قبر رو میکندن میذاشن اونجا. بچه 8 ساله چرا فکرش میرسه دقیقا بیاد بذاره اونجا شبیه به قبر درستش کنه؟ میدونی چی میگم؟ فیلم که اصلا نگاه نکرده این بچه که کلا با اسباب بازیش بازی میکنه. قسمت جالبش اینه که میگفت این قلعه است، خب اون چوب فقط نشونه مزار رو میده و من به باباش گفتم، انگار میخواسته بگه اینجا یه قبری هستش. خب برای من دیگه خیلی عجیبه. چی گفت؟ برای من عجیب بود که سنگ ها چطور جمع شدن، ما فقط حداکثر یک ساعت از ساحل دور شدیم. من مرد گنده الان برم اونجا تنهایی نمیتونم اون همه سنگو جمع کنم. واقعیت رو بگم، من اعتقادی به جن و اینا نداشتم، ولی بعد از دیدن ویدیوهای شما شک کردم، اما مرور فیلم ها متوجه شدم که اتفاقات طبیعی نیست. یعنی این شخص، این آقای دکتر، خودش هم به جن و این چیزا اعتقاد نداره مثل خیلی از شما عزیزان. چیزی که عجیبه اینه که اجنه اصلا سمت دریا نمیرن، اینو من دارم میگم، نمک دریا میسوزونشون. پسرتون چی میگفت؟ میگفت در یک ساعتی ما ساحل نبود، پسر ما بود و رفته بودیم هایپر. گفت خودم همه چی رو چیدم توی کارهای توی خونه، کارهای دیگه با دوستای خیالیش میکنه. من گفتم، میگه پسرم اصرار میکرد که دوستم قلعه رو ساخته و منتظر هستش بریم. ببینید دوستان، فکر کنین توی هایپر بودن، گفته قلعه تموم شده بابا بریم قلعه رو ببینیم، یهو اومدن دیدن این سنگا چیده شده. میدونین چی میگم؟ یعنی من اینجا تعجب کردم، پسرش از زمانی که از جایی داشت خبر میداد که خودش اونجا نبود. این عجیب نیست؟ فکر کن من اینجا الان میگم سر کوچه‌مون دعوا شده. خب فقط اینو میشه از یه طریقی ارتباط گرفت بهت بگن میگه اونجا چه خبره. خب دوستان، ویدیو شماره 1 کاملا واقعیه. طرف رفته توی جنگل، یه حیوان وحشی اومده سمتش، اسلحه داشته. ببین نزنی خوردت، مجبوره بزنش. نگاه کنی چه اتفاقی میفته. طرف فوق‌العاده تیرانداز حرفه‌ایه، ببینید کجا میزنه. دیدین؟ زد از کنارش رد چه که بترسه. بازم نترسید. یکی دیگه. دو تا زد تا ولش کرد. بگرنه میومد میخوردش. تیکه تیکش میکرد. ببینید تیکه تیکش میکنه اگه دستش بهش برسه. ایوون وحشی گشنه است. گشنه است که داره به این حمله میکنه دیگه. شاید هم وارد قلمروش شده. این حیوانا وقتی وارد قلمروشون بشید 100% به حمله میکنن، خیلی حساسن. شیر و این حیوان، منو نگاه، انگار راز بقای دارم براتون راز بقا صحبت میکنم. ویدیو شماره 2 کاملا ترسناک و واقعی، نگاه کنین فقط. تا حالا همچین ویدیوی دیدین؟
این دوربین مداربست است دوستان، فیلم برداری نمی کنه. ببینید فقط جن میتونه اینطوری باشه، چش داره، یه قیافه ترسناک سیاه. بعد ببینید چی میشه، از حالت انسان که به خودش گرفته یهو تبدیل به دود میشه. نگاه کن، یه دود سیاه میشه، میره رو هوا، میره روی چاه. اینجا هم نگاه کنی میره بالا سر چیز چاه، یه بار دیگه میاد اونور. من این ویدیو رو 90% واقعی میبینم، 100% من هیچ ویدیو رو نمیتونم بگم واقعیه، ولی چیزی که دارم میبینم جن دیگه، به غیر از اون چی میتونه باشه؟ ادیت هم نیست. نگاه کنین اینجاش معلوم میشه ادیت نیست. ببین چه شکلی اینطوری شد، دود شد، دوتا چش شد. توی ماجراجویا میگیم ما دوتا چش دارم میبینم. ویدیو شماره 3، یه شخصی تتو شاپ داره، جایی که تتو زده میشه. خب یه دونه دوربین هست، از این دوربینایی که از راه دور کنترل میشه، این ور اونور میره، داره ضبط میکنه. دقت کنین یه چیزی عجیب نمیبینین تو این ویدیو؟ هیچی عجیب نیست. اون وسط رو نگاه کنین، یه چیز سفید است. طرف داره از راه دور با دوربین چک میکنه، دوربینش بوغ زده، این دوربین از راه دور بوغ میزنه یه چیزی مثلا توی اون محیط بیاد، سنسور داره. بعد داره با گوشیش چک میکنه، یه گوشی برداشته دستش، بالا پایین میکنه، چک میکنه ببینه کجاست. نگاه کنین اصلا دوربین کات نخورده، کوششون سفیده که وسط بود، یه چیز سفید وسط بود. خیلی عجیب بود واسم این ویدیو. ببین اصلا هیچ کی هم تو اتاق نیست، هیچ برشی هم نخورده ویدیو. اینجا دیگه ته اتاقه، یه تتوشاپ 10 متری 12 متری یه اتاق دیگه. میبینین هیچی اون وسط نیست دیگه. این صدایی که میاد صدای اون دوربین است، این ور اونور میره صدا میده. الان بهتون نشون میدم دوربین منظورم چیه. توی همه ویدیوهای ترسناک بهتون هی میگم اون دوربین است، اون دوربین است. الان بهتون نشون میدم، اینم از همونه. نگاه کنین این سفیدی که اینجا بود، خب فلش میذارم توی ادیت ببینین. میبینین یه بار دیگه ویدیو بدون اینکه کات بخوره چرخید، اون سفیده دیگه اونجا نبود. نگاه کنین دوستان، بعدش این تتوکاره اومده گفته بابا اینا این دوربین منه، میذارم اونجا اگه دزدی چیزی اومد توی اتاق کارم بفهمم. ویدیوی شماره 4، امشب براتون به شکلهای مختلف ویدیو دارم میذارم. یه پیرزن خارجی ببینین چی کار کرده. میدونین چیه تو چشش؟ لنزشه. این پیرزن فکر میکرده لنزش گم میشه، همش میگفته لنزام گم میشه، این میذاشه تو چشش گم میشده. خب 23 تا لنزو توی چشش جمع شده بوده، خبر نداشته، گم نمیشده، لنزا همه میرفتن اونجا. 23 تا. نگاه کنین خیلی دقت کنین آقایون خانمایی که لنز میذارین، اگه گم شد توی چشتون اول دنبالش بگردین، نه اینکه رو زمین. نگاه کنین همینطوری لنز در میاره. این دکتره، این کسی که داره این کار میکنه دکتره. خدا کنه یوتیوب به این ویدیو گیر نده. ویدیو شماره 5 دوستان، گفتم بهتون امشب همه نوع ویدیو آوردم. اینجا یه فروشگاه داره ماهی میفروشه، قزلالا، بعد روش یه سلفون کشیده، یه نایلون کشیده، یه کاری کرده که مثلا مگسی چیزی نشینه توش. خب دقت کنین یه دونه کرم سفید ترسناک روی ماهی هستش. خیلی دقت کنین خانوما، وقتی توی خونه آشپزی میکنین ماهی رو قشنگ سرخ کنین، این بره تو بدن آدم کلی مریضی میگیریم، چقدر دراز و ترسناکه. ویدیوی شماره 6، گفتم بهتون همه نوع ویدیو امشب آوردم، ترسناک، هیجان انگیز، جالب، جنگیری، ماجراجویی. یه شخصی که موتور سوار بوده میره پیشه که یه
آقایی که ماشینش جلوش بوده. میگه که بابا چرا اینطوری رانندگی میکنی؟ کم مونود با موتور بخورم بهت اینا. سرعت ویدیو رو زیاد کردم. بحثشون میشه، دعواشون میشه. بعد موتوریه مثل اینکه قانع نمیشه به حرفای طرف، با کلا کاسکت میذاره رو شیشه‌اش. شیشه رو میاره پایین. بعد بودو بودو میره سوار موتورش میشه. چراغ قرمز هنوز سبز نشده. طرفم توی صندوق قفل فرمون رو برمی‌داره. دیدین؟ کمو نوت بزنه بهش. موتوریه چجوری رفت؟ موتوریه کمو نوت بره توی کامیون. ببینید خیلی فاصلش کم بود. میزد میافتاد زمین. بعد ببین خودش داشت میرفت بخوره به کامیونه. شانس آورد. ویدیوی شماره 7 گفته بودم دوستان ویدیوهای ترسناک میذارم، یه تیکه ماجراجویی میذارم، کسایی که ماجراجویی دوست دارن بازم یه تیکه ماجراجویی ببینن. خوب دقت کنین. واو هولی ش. دیدین چی شد؟ رفته بود ماجراجویی، از پله‌های خونه رفت بالا. صدای رد قدم زدن یه آدم اومد. اینم حسش کرد. نگاه کنین، از اینجا که داشت میرفت بالا یه صدایی اومد، صدای را رفتن. خیلی اینجور صدا را کسایی که خونه‌ای که جن زده باشه میشنون. واو دیدین؟ واو واو دو سه تا صدا داد. واو خب اینجا ترسی. واو ترسید رفت داخل. بهش میگه تو بچه ای؟ داره ارتباط میگیره. یه دونه اورب دید. دوستان توی ویدیو قبلی بهتون گفتم اورب چیه. یه موجودات ماورایی، یه جای انرژیه. نگاه کنین بازم یه اورب دیگه دید که همونجا رد شد. دو تا اورب. دو بار اورب دید. این خونه بهش گفتن یه خونه جن زده است، به خاطر هم رفته ماجراجویی. اینجا رو نگاه کنین، سمت اسباب بازی هم همش میره. یکی دیگه دیدین؟ میبینین؟ واو، thank you. Could you show up somewhere else? In this room? میگه میتونی جای دیگه خودتو نشون بدی؟ دیدین؟ یکی دیگه رد شد. کاملا واقعی، کاملا واقعی. دیگه در این حد خودشو میتونه نشون بده. این جنی که اینجاست، این موجود ماورایی که اونجاست، در این حد میتونه خودشو نشون بده توی دوربین. یه ویدیو گذاشتم در مورد بچه‌ها اونجا، ببینین دوستان اورب و همه چیشو بهتون گفتم. حتی عروسکی مقدار تکون خورد اونجا. اون ویدیو کودکان، چون الان بار دومه که در مورد اون صحبت میکنم، آخر این ویدیو میاد، برین اونم نگاه کنین، در مورد اورب و در مورد موجودات ماورایی که بچه ها میبینن. و اما جنگیری. جنگیری از کیه؟ حسن ترکه دوستان. این شخص اسمش حسنه دیگه. اولین بار فکر کنم یک سال نیمه پیش بود ویدیوهاشو گذاشتم، همه ویدیوهاشو گذاشتم. این ویدیوهاشو مطمئنم ندیدین، کلن 5 ساعت دستم رسیده. این ویدیو رو هیچ کس ندیده. حالا من چیکار میکنم؟ یه ویدیو 25 دقیقه ای رو برمیدارم براتون، جاهایی که قرآن میخونه، جاهایی که صحبت میکنه، سکوت میکنه رو میزنم جلو. خب جاهایی که با اجنه توی بدن ارتباط میگیره رو بهتون میگم. ام بی سمی اینا جنهای موکل خودشن. میگه همه تون صدا نزنم، چند نفرین؟ 5 تا تونم بریم وارد بدنشین. راحت حرکت edebilirsiniz. Alın tamamen. Allah Allah nezil. Allah yardım etsin olsun. Allah yardım etti kimse üstün gelmez. میگه با کمک خدا، به اذن خدا. همون چیزی که ما توی فارسی میگیم، به اذن خدا. Ayşe Ray Bey, Fatma Ray Bey sen de. Gülsün Ray Bey. Bunu iki yerler dağılın bedene. اون یکی هم داره اسم بره. میگه تا جایی که جا داره
اطراف بدن رو بگیرین، یعنی توی دستاش، پاهاش، همه جاشو بگیرین. کنترل بدن رو کامل دست خودتون بگیرین. میگه اون قدرتی که اون جن داره رو به من نشون بدین، ببینم چه جوری میشه. ببینین عقب جلو میشه خانمه. دوستان اینجا تو این حالت قرار بگیری کاملا بیهوشی، هیچی نمیفهمی. این رو اون جنها دارن میکنن، جنهای خودش، برای اینکه بگن بدن رو کامل گرفتیم تحت نظر. حالا شروع میکنه چیکار میکنه؟ قرآن میخونه، اذان میخونه، چارقل میخونه، اذان میخونه. من میزنم جلو. فقط قبل از اینکه قرآن و اذان بخونه میگه بیا توی زبون دختر، لسانش با من صحبت کن. میگه اگه به بدن ضرر نرسونی میذارم از بدن بری و دیگه بر نگردی، ولی اگه الان بخوای به بدن ضرر برسونی میگم اونایی که داخلا بکشنت. قشنگ داره باشون حرف میزنه، میگه بذارید اون صحبت کنه. معاصرش کردن، بیا توی لسان دختر جوابم بده، از بدن میای بیرون یا اینکه بکشیمت. میگه اگه با من نمیخوای صحبت کنی ابروهای دختره رو اینطوری کن، بیار بالا. این چیه؟ آبی که توش دعا خونده شده، آب و سرکه. نمیخواد از بدن بیاد بیرون. حسبی الله میگه. چیکارسم بیاری گلیک میشه؟ گلیک گلیک میشه؟ نمیخواد بیاد بیرون. اونا هم دارن میزننش، دارن به زور از بدن میارنش بیرون. نمیاد بیرون. میگه دوست داری؟ دوستش داری؟ Seviyor musun? Hani kızın beynini rahat bıraktın, rahat konuşsun. Seviyor musun kızı? Amacın ne? Kocasından ayırmak mı? Ne var şu madde? Ki şu arış çocuğu koni. Amacın ne? Kocasından ayırmak mı? Sırtın suyu önemli. İn abi mamuli bud. He? Ayırmak mı istiyorsun? Tamam en büyük konuşurum hadi koşur. میگه نمیخواد صحبت کنه، ولش کنی بزن بکن. بونون باسکی yapın. Samimiyetle kendi rızasıyla bırakırsa Allah'ın adıyla inandıkları dinin üzerine tekrar gelmeyeceklerine dair, gelirlerse ölümü hak etmiş olacaklarına dair yemin ettirin. Ellerinden, ayaklarından ya da ağızdan çıkarın. Gözü kulağı bunu kullanmayın. Çıkmaz direnirlerse, kısas yaparsak azap ayetlerine geçtikten sonra yakacağız. میگه همتون با هم هر چقدر هستن اونا حمله کنین بهشون، کاری کنین که به سمت پایین بدن بیان، از پاش بزنن بیرون. دقت کنین پاش اومد بالا همون لحظه خانومه. هم یک کوپی یای بدنه. اللردن ایقابون ازدن بونو میاسن. شو ایقابلارن چیکار؟ میگه خود خانواده دختره ترسیدن، مامانش کیه؟ میگه نه ترس ازش بابا، چیزی نیست که. اینقدر از جن میترسن مردم. دوستان اینا رو میزنم جلو، وقتتون زیاد گرفته نشه. اینترنت تو ایران خیلی بد شده، هنوز شروع نشده. بره جلو کلن متوجه میشین. اینجاشو نگاه کنین. این اذیت دختره نیست، اون جن داره اذیت میشه. این صداها واسه اونه. یوتیوب خیلی حساسه، نمیدونم اینجاشو بذارم یا نه. اینجا که جیغ میزنه شروع میکنه، خیلی جیغ و داد میکنه. اینطوریه. بعد خیلیاتون میان میگین آقا آنلاین میخوایم جن بگیرم. بابا
به من میگین که مثلا شماره استاد حسن رو به من بده آنلاین جن منو بگیره. آنلاین چیه؟ مرد مومن. طرف اونجاست یک ساعت کار میکنه رو دختره به زور آخر سر میگه جن اومد بیرون. Şimdi siz arkadan gelip telefonla bir çekin alın çekin alın. Ağızdan aldığınız öksür telefonu kırtlağı toplayın da zorlanmasın. Kırtlağı topladıktan sonra öksürtün, öksürünce arkadan gelip gelip vurun. میگه انقدر چیز کنین که سرفه کنه. معمولا توی شکم جمع میکننش دیگه. این دختر فکر کنم دوستان سحر داره، فقط جن نیست، یه سحری هست. ببینید سحر خورده میشه و بعد اجن دیلنسم پارامپاچه دارن بل نمی کنه بدن، میگه بل کن، میزنم تیکه پارت کنن، میگم تیکه پارت کنن. اون سحر داره از توی معدهش میاد بیرون دوستان. سحری که خورده میمونه تو معده، اون جن جادو نگرش میداره تو معده و این جنای مسلمونه اینجا زدم جلو میکنن اون سهره رو میارنش بالا. دوستان باور کنین من اینو با چشام دیدم، یه چیز سیاه ترسناک کرکسیف بود، انگار یه آشغاله، ولی انقدر اونجا مونده شکلش شکل آشغال شده. میدونی چی میگم؟ شکل لجن شده. الان نگاه کنین اینم همونو در میاره بیرون. میگه دهنشو باز کنین اون سهره بندازم بیرون. یه گرفتم ول نکن. ببینی الان ما چیزی با چش نمیبینیم ولی بالا میاره سحر رو بالا میاره. توی یه ویدیوی ترکیه دیدم اونو بهتون اون ویدیو رو پیدا میکنم تو ویدیوهای ترسناک دیگه بهتون نشون میدم. شبیه سیب زمینیه که چی بگم له شده، تخم مرغی که خراب شده. نگاه کنی اینجاهاشو باید سانسور کنم، الان ضرب و شتم میبینه یوتیوب اینجا رو. خیلی اینطوری تونتون میزنه پشت اون قسمتی که داره میزنه رو سانسور میکنم. میگه بازش نکن، با همین دستکشم ببر بندازش تو آشغالی که بیرونه. آشغالی رو داشتی بچه کرجی گفتم، میندازش تو کیسه زباله که بیرونه. بچه کوچیک بودیم توی کرج میگفتن آشغالی به کیسه زباله بچه ها. دوستان یه گربه داره استاد حسن، نگاه کنین اومدش تو در باز شد اومد تو. کلن یه چیز عادیه توی ترکیه، همه جا گربه میبینی، رستوران باشه هر جا باشه. اینا رو من زدم جلو، قرآن داره میخونه، سوره هم، توحید، آیت الکرسی. نگاه کنین اول شروع کرد از آن گفت. اینا واسه چیه؟ اینا رو میخونه، حتی به جنه میگه، میگه که ببین هنوز جنه بیرون نیومده، این سحرش بود اومد بیرون. سحرش، سحری که به خورد این دختر بدبخت داده بودن. علینا مصالحه تم الله عزیزه کنوش بن دویو موسون گربه رو نما کنیم بازی میکنه. الله ته الله ته الله ته همین شما بدون ده هایلا جنی کنو اصلا سسنی کسن الله کلام سویلت مخواد ببینه جن دیگه هست، میگه الله بگو. الله ته بدن دجیم باسم بیر چینه کنوشون. میگه ام بی اسم اون جن مسلمانشو، میگه برو، میگه برو بدن بگرد، اگه چیزی هست صحبت کن. دوستان ببینین من اومدم یه بار دیگه این ویدیوها رو میذارم، خواهش میکنم نه یه بار دیگه بگین شماره فلانی رو بده. غیر ممکنه شماره کسی رو بدم، ندارم، اصلا شماره ندارم هیچ کی. از ایران میخواین زنگ بزنین به طرف چی بگین آخه؟ اگه واقعا مشکل دارین استانبولین پیام بدین ببینم کجای استانبولین، با شماره استانبول به من زنگ بزنین، شاید شمارهشو دادم بهتون. چون الکیه دیگه، زنگ میزنین فوشش میدین اذیتش میکنین طرفو، بعد طرف به چشم همه ما ایرانی ها اینو میبینه. حالا بگو بابا یه نفر ترکی بلد بوده زنگ زده به تو فوش داده. گربه خودشو کشت اونجا. میگه دستات حرکت میکنه، رنگی میبینی جلوی چشات؟ خیلی نازه گربهش. میگه جلوی چشش الان یه رنگیه، میگه جلوی چشش سفید. اینی که داره صحبت میکنه دختره نیستا، این جن مسلمان خودشه داره صحبت میکنه.
میگه جلوی چشش سفید شد به من بگو. امبی بود دیدی؟ میگه حالا بدن رو بیدار کنین، یعنی طرف رو به هوش بیارین، یعنی بیاییم بیرون از بدن. یه دونه اینطوری زد چشای دختر باز شد، نگاه کنین چشش باز شد. یه دونه اینطوری زد. اینم گربشه، ماده است گربش. میگه چطوری تو دخترم؟ تمام شد دیگه دوستان. خانومه رو نگاه کنین داره ما رو نگاه میکنه. حالا با این خانوم اگه صحبت کنین هیچی یادش نیست، هیچی، مگر اینکه این ویدیو رو ببینه بگه ای من همچین چیزایی گفتم و تمام اون مدت کارایی که میکرده ناخواسته بوده. ببینید مثل هیپنوتیزم نیست. خیلی ها میان میگن هیپنوتیزم این کیوان، هیپنوتیزم اصلا یه سوژه دیگه است. هیپنوتیزم اول باید نگاهت کنه طرف فلان، این اصلا طرف رو نگاه نکرد که وایساد اونجا به جنا گفت دورش محاصرش کنیم برین تو بدن. هیپنوتیزم هم میدونیم چیه، استاد هیپنوتیزم ایرانی هم داریم، بخوایم بهتون هیپنوتیزم هم نشون میدم که چجوریه. یه دونه انگوش میزنه تو کله طرف، طرف بیوش میفته، بدنش سنگ میشه، میدونم اونا را. این فرق میکنه دوستان. خیلی ها هستین که دارین در مورد یه بیماری علمی هم با من صحبت میکنین، اومدین چت میکنین میگین این یه دونه سندروم فلان، اون سندروم هم چشم. یه ویدیو میسازم فردا یا پس فردا میذارم توی کانال، اون سندروم هم بهتون میگم چیه. خیلی فرق داره با جنزدگی دیگه. چی تمام شد ویدیو دیگه؟ خب دوستان با هم دیگه ویدیو ها رو نگاه کردیم، یادتون نره نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو ها برای من بنویسین و خواهشن این ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش حتما حتما فعال کنین. دوستان توی کانال اول همین امشب یه ویدیو گذاشتم این گوشه میاد، حتما برین اون ویدیو رو هم نگاه کنین. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت و پیروز باشین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.